به تازگی شرکت مایکروسافت مدت زمان تقریبی برنامه ایکس باکس در هفته آینده را اعلام کرده که به نظر می‌رسد طول نمایش چیزی حدود 1 ساعت است. هیجان طرفداران سراسر دنیا برای نسل بعد روز به روز در حال افزایش است. پس از اینکه سونی مجموعه‌ای از عناوین فرست پارتی خود را در ماه گذشته به نمایش گذاشت، حال در هفته آینده نوبت به مایکروسافت می‌رسد تا جدیدترین نمایش با محوریت بازی‌های کنسول ایکس باکس سریز ایکس را برگزار کند. این نمایش که تماماً بر روی بازی‌ها تمرکز دارد، حدود 1 ساعت خواهد. همچنین 1 ساعت قبل از شروع، تهیه کننده مراسم The Game Awards، آقای جف کیلی، پیش برنامه‌ای را تحت رویداد سامر گیم فست برگزار خواهد کرد. این پیش برنامه در کنار پیشبینی در مورد نمایش اصلی شامل چند عنوان از ایکس باکس خواهد بود که پیشتر معرفی شده بودند. شایان ذکر است که تمامی عناوین فرست پارتی که در هفته آینده خواهیم دید در زمان عرضه بر روی سرویس ایکس باکس گیم پاس در دسترس خواهند بود و در صورت عرضه بر روی ایکس باکس وان از قابلیت سمارت دلیوری پشتیبانی خواهند کرد. مایکروسافت در نظر دارد تا ایکس باکس گیمز شوکیس را در تاریخ 23 جولای برگزار کند. کنامی با انتشار تیزری اعلام کرده است که بازی پس 2021 به صورت یک بروزرسانی فصلی منتشر خواهد شد. هفته گذشته صفحه بازی به صورت تصادفی بر روی فروشگاه مایکروسافت دیده شد و گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره نسخه بعدی این فرانچایز به وجود آمد. حالا کنامی تایید کرده است که بازی پس 2021 به صورت یک بروزرسانی فصلی عرضه خواهد شد و تغییرات زیادی را در بازی نخواهیم دید. اینطور که به نظر می‌رسد تنها یک سری تغییرات جزئی همانند کیت‌ها و نقل و انتقالات را در بازی خواهیم دید. کنامی این 1 سال اضافه را بر روی نسخه نسل بعدی پس 2022 کار خواهد کرد. آنها اعلام کردند که برای پس 2022 از موتور آنریل انجین استفاده خواهند کرد. عنوان پس 2021 25مین سالگرد این فرانچایز است و بسیاری منتظر یک نسخه ویژه بودند، ولی باید 1 سال برای یک تجربه متفاوت صبر کنند. پس 2021 به صورت یک بروزرسانی فصلی در تاریخ 15 سپتامبر با قیمتی بسیار کمتر از نسخه های قبلی برای رایانه‌های شخصی، ایکس باکس وان و PS4 عرضه خواهد شد. به تازگی شایعه‌ای در فضای مجازی مطرح شده که خبر از ریبوت شدن ساخت بازی اسکال اند بونز می‌دهد. شرکت یوبی‌سافت آخرین بار در ای‌3 2018 این عنوان را نمایش داد و پس از آن تنها اخباری که از اسکال اند بونز منتشر شد، تأخیرهای متعدد آن بود. حال VGC گزارش از این بازی منتشر کرده که اطلاعات تازه‌ای به ما می‌دهد. طبق این گزارش، به وجود آمدن مشکلات مختلف در روند توسعه باعث شده تا این تأخیرها در عرضه بازی رخ دهند. منابع نزدیک به VGC مدعی شدند که سال گذشته ناشر بازی تصمیم گرفته تا ساخت این عنوان به طور کامل از سر گرفته شود. گفته شده که پس از ریبوت شدن ساخت اسکال اند بونز، حالا ساختار جهان باز این بازی با سایر عناوین یوبی‌سافت تفاوت زیادی داشته و با آنها فاصله گرفت. این عنوان حالا فضای پویا و زنده تری دارد و شامل داستان‌ها، کوئست‌ها و شخصیت‌هایی می‌شود که به مرور زمان و با اعمال بازیکنان تغییر خواهند کرد. اخیراً آقای نیل دراکمن به عنوان یکی از مقامات ارشد استودیو ناتی داگ صحبت‌های تازه‌ای را در خصوص اضافه کاری کارمندان این شرکت ارائه داده است. در چند ماه گذشته یکی از حواشی داغ آنلاین موضوع اضافه کاری در ناتی داگ بوده است. حال به تازگی دراکمن که به عنوان مهمان در برنامه لجیت پادکست آقای تروی بیکر حضور داشته، صادقانه‌تر از همیشه در خصوص این موضوع صحبت کرده است. دراکمن با انتقاد از خود عنوان کرد که در مسئله متعادل نگه داشتن زندگی عادی و کار کردن اعضای تیم ناتی داگ شکست خورده است. در ادامه او از مردم خواست که توجه داشته باشند که شرایط سیاه و سفید مطلق نیست. با اینکه دراکمن مشکلات موجود را قبول دارد و به آنها اعتراف می‌کند، اما اعتقاد دارد این موضوع برخلاف آنچه که بسیاری از مردم تصور می‌کنند، در مورد اضافه خواهی مدیران از کارمندان نبوده و موضوع بسیار پیچیده‌تر است. به نظر می‌رسد تعدادی از اعضای ناتی داگ به دلیل اینکه از کار کردن بیش از حد من شده بودند، از این موضوع ناراحت شده و تصمیم گرفتند تا این استودیو را ترک کنند. دراکمن معتقد است گاهی اوقات ساعات کاری اضافه نه به خاطر فشار مدیران، بلکه به خاطر شور و اشتیاق کارمندان به وجود می آیند. در نهایت کارگردان خلاق و نایب رئیس ناتی داگ عنوان کرد که برنامه هایی برای دریافت کمک از خارج از استودیو برای حل مشکلات وجود دارد. گزارشی از سوی وبسایت بلومبرگ منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت سونی تولید کنسول PS5 را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
سونی ابتدا در نظر داشت تا 5 الی 6 میلیون واحد از PS5 را تولید کند، اما طبق گزارش بلومبرگ این عدد حالا تغییر کرده و تقریباً دو برابر شده است. به دلیل شیوع کووید 19 و تقاضای بیشتر برای محصولات گیمینگ، سونی به تولید کنندگان و شرکای خود اطلاع داده تا قصد دارد تولید PS5 را به 10 میلیون واحد برساند. با این حال طبق گزارش بلومبرگ، با وجود بالا بردن سرعت تولید ممکن است سونی همچنان نتواند کنسول ها را تا پایان امسال به تمام نقاط دنیا ارسال کنند. تعداد عظیمی از کنسول ها در کشور چین تولید شده و از طریق دریا به سراسر جهان ارسال می شوند. جابجایی از چین به اروپا و آمریکا از طریق راه های دریایی ماها زمان می برد و نینتندو نیز پیشتر با این مشکل روبرو بوده است. سونی تولید PS5 را از ماه جون به طور گسترده شروع کرده است. طبق آخرین برنامه ها این کمپانی انتظار دارد که تولیدی کنسول تا سپتامبر به 5 میلیون و تا اکتبر و دسامبر به 10 میلیون واحد برسد. بلومبرگ معتقد است تعداد زیادی از بخش دوم تولید به مشکل خورده و تا سال 2021 زمان خواهد بود. سونی می تواند همانند PS4 از راه هوایی کنسول ها را وارد مناطق کند، اما به دلیل شیوع کووید 19 شرکت های هواپیمایی پروازها را محدودتر از همیشه کردند. کنسول PS5 در پاییز امسال عرضه خواهد شد.